درود بر دوستان عزیز، سام سرابی هستم با دومین قسمت از خاطرات ماورایی سامی سامگورو، داستان مامان بزرگی و جنهایش. قبل از اینکه این داستان رو بشنوید ازتون خواهش میکنم حتما قسمت یک اون رو گوش بکنید. از دوستان عزیزی که به مسائل ماورایی اعتقادی ندارن خواهش میکنم همین الان این کانال رو و این پست رو ترک بکنن، چون از این به بعد چیزهایی رو میشنوید که اصلا با منطق جور در نمیان. خب در بخش یک برای شما توضیحاتی دادم و داستان اون زیرزمین مخوف خونه مامان بزرگی رو در کرمان توضیح دادم، اون تختی رو که تخت جنها بهش میگفتن و از پدر بزرگ اون به ارث رسیده بود، اون پته‌ای رو که پشت اون تخت آویزون بود و موجودی رو که قرار نیست اسمشو به شما بگم و او رو اسمشو به نبر مینامم، و آن دست عجیب و غریبی که از پشت اون پرده بیرون اومد و اون شیرنی و اون شکلات رو به من داد و قص الهازا. حتما به قسمت یک رجوع بکنین تا در اون کاملا این ماجراها رو بشنوید، و اما در این قسمت میخوام از خاطره دیگری که با مامان بزرگیم داشتم براتون صحبت بکنم. چند روز بعد از اون ماجرا، ماجرای شکلات و ملاقات من با اون موجود با اسمش و نبر، بعد از اینکه چند روزی رو در خونه داییمون جدا از خونه مامان بزرگی و آقا بزرگی سر کرده بودیم، دوباره تصمیم گرفتیم به خونه مامان بزرگی بریم. البته خب من بچه بودم و تابع جمع. همه رفتیم به اون باغ، به اون خونه باغ و دور همدیگه جمع شدیم. اما یادم میاد زمانی که به اونجا رسیدیم، چند تا از بچه ها اونجا زودتر از ما بودن و گفتن که امروز مامان بزرگی زیاد حالش خوب نیست و بیشتر از هر روز دیگه‌ای روی بالکن نشسته و داره با خودش صحبت میکنه و قه قه میخنده و گاهی اوقات گریه میکنه. خب این برای بقیه خیلی مسئله طبیعی بود و همه میدونستن که گاهی اوقات مامان بزرگ من هایپر اکتیویتی میشد، بیشتر صحبت میکرد، بلند بلند حرف میزد. البته آقا بزرگی من، پدر بزرگی من با صبوری و با یه باوری همیشه به اون نگاه میکرد و با یک لبخندی بهش میگفت خانم جان چی میشنوی؟ خانم جان چی میبینی؟ و اونم گاهی اوقات بی‌اعتنا بود و کار خودش رو انجام میداد و گاهی اوقات هم برای آقا بزرگی من توضیح میداد. اون روز هم از همون روزا بود. مامان بزرگی به اصطلاح خودمون داغ کرده بود. اما از صبح اون روز، با وجودی که حتی راه رفتن براش سخت بود و وزن بالایی داشت، که البته در آینده توی داستان خواهید دید که واقعا به جایی رسید مامان بزرگی من که واقعا دیگه راه رفتن براش سخت بود، اما هنوز میتونست در اون زمان راه بره و بالاخره مسیرهای کوتاه رو طی بکنه، از این اتاق به آشپزخونه، از بالکن به اتاق. و صبح اون روز رفته بود و مقدار زیادی گوشت برداشته بود، بیشتر از اون چیزی که قرار بود دور هم جمع بشیم، و اونها رو در واقع ساتوری کرده بود، جدا جدا کرده بود، نخود خیس گذاشته بود و یک عالم برنج، یعنی شاید به اندازه 100 نفر برنج توی دوتا دیگ بزرگ با نخود و با این گوشت ریخته بود و در واقع دور از چشم بقیه این کار کرده بود. و البته یکی از عاداتی که داشت همیشه این بود که گاهی اوقات غذا خیلی زیادتر از حد میپخت، و وقتی ازش میپرسیدم برای چی این غذا رو پختی، میگفت برای آقا جانم پختم، که البته آقا جان مرحوم شده بودن، یا برای دوستام درست کردم یا برای پریا درست کردم. و خب این غذاها همیشه میموند و اونقدر زیاد بود که گاهی اوقات حالا به در همسایه میدادن و گاهی اوقات هم مجبور میشدن اونها رو توی باغچه پای همون درخت انجیر بریزن، و همیشه خودش هم میگفت پای همون درخت انجیر بریزین. البته مرغ و خروس هم اونجا بودن که بخورن برخی از اینها رو. خب این داستانی بود که تکرار شده بود و در اون روز هم مامان بزرگی من رفته بود و تا جایی که تونسته بود خلاصه زیاده روی کرده بود در پخت و پز و اینها رو روی آتیش گذاشته بود. البته از همین در واقع کپسولای گاز بود، من یادم میاد تو عالم کودکی خودم که وصل بود و شاید چراغ گازی های بودن یا پیرموس های بودن که روی اونها پخته میشد و توی آشپزخونه گذاشته بود، و البته آشپزخونه دری داشت که به بالکن باز میشد و روی بالکن همه نشسته بودن. خب طبق معمول همه صحبت میکردن با هم دیگه،
دو تا از دایی ها، حالا تا جا که یادم هست برخی از پسر دایی ها و دختر دایی ها، مادر من، پدر من و بقیه. البته میگم نسبت به اون سن، در اون سنی که بودم، خیلی از جزئیات رو ذهن من حذف کرده و من دقیقا اون جزئیات رو به خاطر ندارم، اما اون اتفاقات ماورایی رو که برای من حادث شدن رو به خوبی به یاد دارم، که البته خب وقتی برای بزرگسالها تعریف کردم و همکنون هم تعریف میکنم، همیشه میگن چقدر تخیلت خوب بوده، آفرین. و خب البته شما که اهل مسائل ماورایی هستین حتما اینطوری فکر نمی‌کنین و حتما پشت اینها داستانی هست. خب ما رفتیم بالا و من وقتی که آقا بزرگی رو دیدم، بوسیدمش و وقتی مام بزرگم رو دیدم، داشت همچنان که با خودش صحبت میکرد، انگار یک لحظه متوقف کرد اون صحبت کردنش رو با یک ناکجا، با یک ناکس، با یک ناچیزی که داشت حرف میزد، و بعد من رو بوسید، من رو روی پای خودش گذاشت و همینطور که سر من نوازش میکرد مجددا شروع کرد به صحبت کردن، به روبروی خودش نگاه میکرد. توی عالم کودکی تعجب میکردم که داره به چی نگاه میکنه و داره با کی صحبت میکنه، اما من رو معرفی میکرد. و جالب اینجا بودش که این رو یه تکرار میکرد که نه، این سام هستش، فرق داره با اون، اون سام نبود، این سام هست، و هی اینو تکرار میکرد و انگار یک نفری بهش جواب میداد و باهاش صحبت میکرد. خب خیلی قضیه طول کشید و من مدت زیادی رو روی پای مام بزرگیم نشسته بودم و او هم من رو نوازش میکرد و داشت به خودش صحبت میکرد، تا اینکه بالاخره شیطنت های کودکی و بچگی دوباره گل کرد و یکی از پسر دایی های عزیزم که از من یه چند سالی البته بزرگتره، ولی خب تقریبا اون موقع ما هم بازی بودیم، دوباره من رو فرا خوند و ما از پله‌های بالکن رفتیم پایین در حیاط روبرو، روبروی همون باغچه و درخت انجیر و اون داستان ها، شروع کردیم به بازی کردن و به شیطنت کردن، تا اینکه در نهایت زمانی رسید که ما رو صدا زدم بالا و بوی، البته اون غذا هم راه افتاده بود، اون غذا بهش میگفتن قبولی، قبولی گوشت که با نخود و گوشت درست میشد، فکر میکنم یکی از غذاهای معروف کرمان باشه، و ما رفتیم بالا و خب البته خب قبل از اینکه این غذا حالا سرو بشه یا در اون قابلمه باز بشه و اینا بخواد سرو کنن، یادم میاد حالا شاید داشتن چایی میخوردن یا نمیدونم حالا میوهی میخوردن، چیزی بود که من اونجا فقط قبل از اینکه غذا آماده بشه من روی چرتی گرفت توی همون جسه کوچیک و خستهی که دویده بودم و بازی کرده بودم، احساس نشئگی خیلی عجیبی بهم دست داد و همونجا کنار مام بزرگی در حالی که سرم رو روی فرش گذاشته بودم، فرشی که روی بالکن افتاده بود و فضای روبرونم باز بود، من کم کم به حالت نیمه خواب و نیمه بیدار در اومدم، یعنی میدونم چشمام باز بود اما خواب بودم و در چرت بودم، در یک نشئگی در واقع عجیب و غریبی بودم و اونجا میشنیدم که دارن میخونن، به یک آهنگی رو دارن میخونن با هم دیگه و این آهنگ توی گوش من هنوز از اون زمان مونده، در مورد روغنی بود به نام روغن شاه پسند و این صدا می اومد که می گفتن مامان جون من روغن نداریم، باید بریم روغن شاه پسند بیاریم، با یک ریتم خیلی خاصی این رو می خوندن و یک ریتم 6 و 8 داشت و صدای زنگوله، صدای ضرب، صدای انگار که کسی مثلا دور دستش در حالی که داره دست میزنه یک دستبندی هم بسته که این دستبند داره صدا میده، چیزی که تو ذهنم تصور میکردم و صداهایی رو که میشناختم اینجوری بود، حتی صدای سنج هم میومد و انگار که چند تا خانوم و بعد چند تا آقا هم قاطی اون شدن و همه داشتن با هم دیگه با رقص میخوندن مامان جون من روغن نداریم، باید بریم روغن شاه پسند بیاریم، هی میخوندن هی میخوندن و این تکرار میشد و تا جایی که خب من با خودم گفتم که اوکی حتما دارن شوخی میکنن و همه دارن میخونن با هم دیگه، و بعد متوجه شدم که در واقع مام بزرگی من در بین این سرودی که خونده میشد و حالا شوخی بود و خنده بود یا هرچی بود، داشت بلند بلند میگفت من شوخی نمیکنم، برین اون روغن شاه پسند و بیارید، توی زیرزمینی هستش، بیاین بریزین روی غذا، روی برنج، و داشت صحبتهای میکرد برای اینکه اون برنج عطر و بوی بهتری داشته باشه و عطر و بوی خوبی داشته باشه.
من بازم میشنیدم، اما یک دیوار در واقع آجوری بودش که از اون دیوار آجوری که دقیقا روی سر من، وقتی من خوابیده بودم کلمو که عقب گذاشته بودم، چشمو که نیمه باز بود، اون دیوار آجوری رو میدیدم. از روی اون دیوار آجوری چند تا چسبک از اون درختای در واقع چسبک که ما بهش میگیم، از اون بالا به دیوار چسبیده بود و برخی از قسمتاش هم آویزون بود و بسیار زیبا بود اون تصویر و اون نشعگی که من داشتم و داشتم نگاه میکردم، تا اینکه یک لحظه متوجه شدم که انگار یک گیس یک زن، یک گیسی که تقریبا میشه گفتش که قهوه‌ای روشن بود، یا حتی گاهی اوقات نور خورشید بهش میزد، برخی قسمتاش طلایی بود و میدرخشید، انگار مثل اون چسبک، داخل اون چسبک های گیس آویزون بود. اول با خودم فکر کردم که شاید این تو عالم کودکی خطای دید من باشه، اما بعد دیدم نه، قشنگ یک گیس بافته شده یک زن هست. و بعد از اون همینجور که این صدا رو میشیدم و این سور و صوت و این بزن و برقص توی گوش من بود، دیدم که کم کم اون گیس پایین تر اومد و از لابلای اون برگای چسبک یک صورت بسیار زیبا نمایان شد، اما برعکس، و داره به چشمای من نگاه میکنه. ابروهای پری داشت، ابروهای قهوه‌ای داشت، پر بود، انگار این ابروها رو شونه زده بودن و ابروها پیوسته بود. چشمای قهوه‌ای روشنی بود و یادم میاد یک دماغ سربالا، تو اون حالا چیزی که توی ذهنم هست، حتی اون رو داشتم برعکس میدیدم، ولی قشنگ چهرش رو داشتم تصور میکردم. صورتش صورتی بود که ککمک داشت و روی لپاش ککمک بود، اما چون برعکس شده بود، خون جمع شده بود داخل سرش و رگه های پیشونیش زده بود بیرون و گیس او هم آویزون بود و اون همچنان این آهنگ رو با صدای زنانه و لطیفی میخوند. باید بریم روغن شاه پسند بیاریم، میخوند. و بعد از این مدتی که من این چشم تو چشم شدم با این کلهی که آویزون بود از میون اون چسبکا، یک لحظه متوجه شدم که چند گیس دیگه آویزون شد، گیسهایی با رنگهای متفاوت، یک گیسی با موهای سیاه رنگ براق که برق میزد و بعد آروم آروم از لای اون چسبکا دوتا چشم بیرون میاد، اما دوتا چشمی که داره برعکس به شما نگاه میکنه. گاهی اوقات ابروهای این در واقع کله های زنی رو که می دیدم از اینجا آویزون شدن رو، مثل وقتی برعکس نگاه می کردم، چروک روی پیشونی رو مثل دهن می دیدم و این ابروها رو مثل دوتا سیبیل می دیدم و چشم رو دقیقا برعکس می دیدم و انگار اون زیر چشم شده بود اون بالای چشم و ابرو، و یک حالت وحشتناکی و دهشتناکی توی همون بچگی احساس می کردم. ولی فلج شده بودم، یعنی وقتی این کله ها زیاد شدن و تعدادشون زیاد شدن در حالی که همشون داشتن میخوندن باید بریم روغن شاه پسند بیاریم، دارن اینو میخونن، و احساس کردم که یک لحظه لال شدم و یک لحظه باز اون حالت فلج بهم دست داد، یک سر ای انگار شاید داشتم تجربه میکردم و نمیتونستم ترسم رو عنوان بکنم، از جهتی ترس دلانگیزی بود، یعنی ترسی بودش که یه جورایی دوست داشتم بترسم و در این حال تعجب و حیرت و اینکه واقعا اینها چی هستن. و مام بزرگ منم بلند بلند صحبت میکرد و میخندید، قش کرده بود از خنده. خب صداهای دیگر هم میشنیدم که صدای دایی ها، حالا خاله ها، پسر دایی ها، بابا و مامان هم دارن صحبت میکنن با هم دیگه، اما لابلای این صدا یک جشنی برپاست و این سرها که از داخل این چسبک ها دارن میان بیرون، آروم آروم کم کم گردنشون داره نمایان میشه، کم کم بدناشون داره نمایان میشه، و بعد اینها اوریان هستن. حالا توی اون ذهن بچگی من و کنجکاوی در واقع میشه گفتش که حالا فرویدی که توی اون بچگی هم حالا پسر بچه داره، از جهتی هم برام جالب بود، شاید داشتم کمی چشم چرانی هم میکردم و کم کم یه ذره ترسم کم شد و دیدم چقدر زیاد شدن تعدادشون و همه اینها هم برهنه هستن و اون کنجکاوی من باعث میشد من باز اینا رو ببینم و حتی ساکت بشم تا حدودی. در این حال اینها آرام آرام از لای چسبک ها اومدن بیرون و به طوری که وقتی که این اندام ها به صورت کامل شکل گرفتن و روی بالکن لابلای کسای دیگه که بودند ایستادن، دیدم که هیچ کدوم از این چهره ها از شکم به پایین یا از ناف به پایین چیزی ندارن و فقط مثل دود هستن. دقیقا این
جنهایی که توی چراغ جادو هستن، وقتی شما اون چراغ رو میمالید و اون جن میاد بیرون و اون در واقع پاش مثل یک دود میمونه که از توی چراغ میاد بیرون، اینها هم دقیقا همین شکل رو داشتن. و بعد کم کم بینم در دست هر کدوم از اینها، در دست یکی یک دایره زنگوله دار، تو دست یکی یک سازی مثل مثلا رباب، مثل بربط، مثل عود، سنج. اینا شروع کردن، این لشکر در واقع میشه گفتش که حالا پریام بودن یا هر چی که بودن، شروع کردن به خوندن همین روغن نداریم باید بریم روغن شاپسند بیاریم، میخوندن و میزدن و مام بزرگی من شروع میکرد به خندیدن و همزمان با اینا شروع کرد به خوندن. وقتی یه ذره در واقع میشه گفتش که باز آگاه تر شدم و همینجور که توی خواب و بیدار بودم داشتم نگاه میکردم، دیدم مثلا یکی از داییان بلند شد و یکی از این موجودات از داخل بدن دایی من رد شد، یا دایی من وقتی داشت راه میرفت از داخل اون رد شد. متوجه شدم اونها نمیبینن این موجودات رو. این موجودات اینجا یک جشنی دارن، یک مهمانی دارن و خوشحال هستن از اینکه بوی این قبولی بلند شده، این برنج بلند شده، بوی این گوشت و نخود بلند شده. و وقتی که در واقع یکی از پسردایی ها بالاخره روغن شاپسند رو از پایین بالا آورده بود و توی یک دونه در واقع، حالا تو اون زمان یادم یه جعبه آبی رنگی بود که کاملا یادمه که روی اون جعبه آبی رنگ شکل چند تا از این سربازای هخامنشی بود و یک نفری زانو زده بود و انگار داشت این در واقع یک روغن داغی رو شاید داشت هدیه میکرد به پادشاه. و این تو ذهن من خیلی مون وقتی این را بود و اون پریا داشتن دور این در واقع کسی که این روغن را آورده بود میرخصیدن و شادی میکردن، بالا پایین میپریدن و همینجوری میخوندن روغن شا پسند بیاریم، هی روغن شا میرخصیدن. و این اومد و وقتی که در واقع این روغن شا پسند رو باز کرد و یه مقداری از اون روی اون برنج ریخ و در اون دیگ باز شد و اون دود اومد بیرون، اون در واقع بخار غذا اومد بیرون و این روغن روی اون دیگ ریخ، اینها دیگه انقدر خوشحالی کردن انگار که چه اتفاقی افتاده. و مامان بزرگ منم میخندید و خوشحالی میکرد، صداش تمام در واقع بالکن رو گرفته بود تا جایی که حتی بقیه میگفتن مثلا مامان جان آروم، مادر جان، مامان جان، خیلی دیگه خوشحالی میکرد و با اونها شاد شده بود. خب بیشتر داشتم میدیدم، حالا یه ذره آگاه تر شده بودم، یکم دست و پامو تونستم تکون بدم، از اون حالت فلج یا حالت سر کودکانه شاید در اومدم و شروع کردم به خودم تکون دادن، چشامو باز کردم که ببینم آیا داشتم خواب میدیدم یا نه بیدارم. البته هنوز نشئه بودم، ولی دیدم نه، کماکان این جشن ادامه داره و این دخترانی که نصف بدنشون دوده و نصف بدنشون برهنه است با اون گیسای زیبا و با اون چشمای در واقع کشیده شده و با اون ابروهای پیوسته، در این که هم زیبا هستن مخوفن، چون میدونم آدم نیستن، انسان نیستن، پس اینا کیان؟ ولی چرا انقدر شادن از خوردن این غذا؟ هنوز غذایی نخوردن، برای چی شادن؟ می اومدن و بو میکردن این غذا رو و دور میزدن و انگار با بو کردن این بخار این در واقع غذا اینها سیر میشدن و لذت میبردن، باز مست میشدن، میرفتن دوباره کنار مام بزرگی، شروع میکردن به ضرب زدن و رقصیدن و قر دادن و مام بزرگی منم دست میزد و برای اینا آواز میخون، مامان جون من روغن نداریم، اونا میگفتن روغن شاپسند و این قضیه هی تکرار میشد. خب شاید این قضیه مدت زیادی طول کشید، من نمیدونم چقدر در چرت بودم توی خواب، بعضی موقع در حالتهای مختلف در واقع میشه گفتش که آگاهی، شاید یک اتفاقی در یک دقیقه در عالم واقعیت معادل 10 ساعت در عالم خواب باشه، نمیدونم، شاید تمام اینها در یک لحظه از ذهن من گذشت، در رویا در من گذشت و شاید هم واقعا من مدتی رو توی چرت بودم، اما بالاخره این اتفاق افتاد و این جشن و این مهمانی به راه بود. در نهایت وقتی که غذا رو کشیدن و توی بشقابا گذاشتن و سفره رو کشیدن، اینا هنوز دور سفره میچرخیدن، وسط سفره میرخصیدن، بالا و پایین میپریدن و آواز میخوندن و آهنگ میخوندن، تا جایی که کم کم اینها رفتن دوباره با حالت چرخان و با حالت رقصان رفتن به سمت چسبک ها و دوباره سر و ته شدن و پاهاشون داخل چسبک‌ها رفت، البته پایی که نبود، همون منظور دودی که ادامه بدنشون بود، و بعد بدنشون و بعد سینه‌هاشون کم کم شونه‌شون محو شد و بعد
چانه، لب و دو تا چشم مونده بود با گیسی آویزون، و بعد کم کم گیس و بعد گیس ها رفتن در داخل چسبک ها و محو شدن و ناپدید شدن. و اینجا بودش که دیگه اون سرود روغن شاپسند بیاریم تمام شد و دیگه صدای ضرب و زنگوله تمام شد و مام بزرگی منم ساکت شد و خیلی جدی رو به همه کرد، گفت بچه بسم الله بخورین دیگه بخورین. همه گفتن مامان چقدر زیاد پختی. خب منم از خواب بیدار کردن و نشستیم سر سفره و خیلی هم گشنه بودم، جاتون خالی، جز اون غذایی بود که هیچ‌وقت یادم نمیره، و نشستیم و سر سفره خوردیم. اما وقتی این غذا رو می‌خوردیم، خب من در اون دوران کودکی خودم شاید اونقدرها نمیتونستم تمایز قائل بشم، یعنی قبولم کرده بودم که خب بالاخره اینها بین ما بودن و این اتفاق افتاد، ولی خب از اینکه دیگران ندیده بودن اینها رو خودم تعجب میکردم که فقط من دیدم و برای خودم فکر میکردم. وقتی که غذا رو خوردم و تموم شد پیش مامان بزرگی رفتم و تحت تأثیر همون شعری که اونا میخوندن منم شروع کردم به خوندن، که مامان بزرگی دیگه گفت ساکت شد دیگه، بس دیگه. این یه دفعه اصلا این مام بزرگی من که خودش هی میخوند اینا رو تکرار میکرد، یه دفعه با حالت تغییری گفت بسه دیگه، دیگه الان موقعش نیست دیگه اینو بخونیم دیگه، و ساکت شدیم. و بعد از اون من از مام بزرگی پرسیدم، گفتم مام بزرگی اونایی که من دیدم و شما هم دیدی؟ گفت آره دیدی ناقلا، دیدی چه گیسای خوشگلی داشتن، دیدی چه قشنگ میرقصیدن، دیدی نوه عزیزم، دیدی قربونت برم چه خوشگل بودن دوستای من. وقتی که این رو مام بزرگی به من گفت، اونجا بود که متوجه شدم تو گویی تو این جمع فقط من و مامان بزرگی بودیم، فقط ما دو نفر بودیم که اینها رو دیده بودیم. و خیلی طبیعی انگار که در تمام اون صحنه ها مام بزرگی حضور داشت، شروع کرد به یادآوری اون صحنه ها و دیالوگ هایی رو در این با من داشت، و این اطمینان خاطر به من داد که میدونم تو هم دیدی و من هم دیدم. و به حالت خیلی تمسخری رو به بقیه میکرد و میگفتش که اینا نمیدونن و اینا نمیفهمن و اینا نمیبینن و نمیشنون، ولی من دیدم و من شنیدم، و دقیقا همون چیزی رو که توی ذهن مامان بزرگی من بود در ذهن منم اتفاق افتاد، یا در خیال مامان بزرگی من بود در خیال من هم اتفاق افتاد، و هر دو با هم دیگه تو گویی یک رویای مشترک رو دیده بودیم، و یا شاید در یک عالم اسیری در بعد دیگه‌ای به موازات اون بعدی که همه داشتن اونجا زندگی معمولشون رو می‌کردن، موجودات دیگه‌ای هم وجود داشتن که این غذا رو باید مصرف می‌کردن، این غذا رو باید می‌خوردن، اما از این غذا تناول نمی‌کردن، از بوی اون تناول می‌کردن و خوشحال بودن که فقط این غذا پخته شده، و دور بخار این، دور عطر این غذا می‌رقصیدن و شادی می‌کردن و سیر شدن. و وقتی اونها سیر شدن، اون وقت بودش که ما نشستیم سر سفره و غذا رو خوردیم، اما این بو اونها رو سیر کرده بود. این تو ذهن کودکی من به این صورت بود که اینها عطر خارن انگار، یا شاید حالا الان متوجه میشیم که وقتی در مورد در واقع اجنه صحبت میکنن یا در باب موجودات غیر ارگانیک صحبت میکنن، میبینیم که اونها جوهر غذا رو میخورن، یک جوهر خاصی رو از یک غذا میخورن. و در نهایت این خاطره یکی از خاطرات بسیار به یاد ماندنی هستش که من در اون دوران دارم. شاید بگم توی اون کسایی که اونجا دیدم، یا اون پریان با اون گیساشون، یکی دوتا از این پریها رو من خیلی زیاد بعدها توی رویای خودم مرور کردم، دیدم، و برخی از اونها اینقدر قیافشون آشنا بود که انگار شاید در زندگی های گذشته من اصلا با اینها زندگی میکردم. یکی از اینها البته خیلی شباهت زیادی به مادر خود من داشت که توی ذهن من هست، که در واقع دقیقا همون فرم هنری، و چون مادر من بازیگر تئاتر بود و در واقع سناریوهای بسیار زیادی رو با اون شکل و شمایل سنتی مثل قاجار با اون فرم عکسایی داشت در بچگی، که من مقایسه میکردم یکی از این پریها رو خصوصا که توی ذهنم هست با مادر خودم، و انگار یک جوری یک همزادی از مادر من هم داخل اینها بود و با اینها میرقصید، و برای همین یک مادر دیگه ای من در ذهن خودم همیشه در کودکی داشتم غیر از مادر خودم، که خدا انشالله حفظش کنه و همیشه ایشالا سایش روی سر ما باشه. اما مامان من موهای خیلی بلندی داشت، خیلی زیبایی داشت، که همیشه بچگی من لذت می‌بردم از دیدن موهای بلند مادرم،
و یادم میاد یه بار کوتاه کرده بود، خیلی ناراحت شدم، خیلی کوچیک بودم، که میگم بهتون شاید 4 سال 5 سالم بوده ولی خاطرم هست این قضیه رو. ولی خب دقیقا توی همون پریها، یکی از این پریها که میرقصید و این روغن شاپسند رو میخون، شباهت بسیار زیادی به مادر خود من داشت، اما یه مادری که یه مقداری شکل در واقع میشه گفتش که پریواری داره و یه مقداری در واقع سر صورت او شاید بزرگ نمایی شده، آرایش شده و شکل دیگه ای داره. شاید اگر اینها رو برای کسی که روانشناسی خونده تعریف بکنی، و از اونجا که منم خودم رشتم روانشناسی هست، میتونیم اینها رو تفسیر بکنیم، بگیم که اوکی اینها خیالات کودکی شما بوده، ضمیر ناخودآگاه شما بوده، به ناگاه شما هم فرکانس شدی با مادر بزرگت، و احتمال داره البته بعضی موقع بعضی از کودکان دچار، همه کودکان، همه انسان‌ها دچار یک مدلی از سر هستن در دوران کودکی که تصاویر میبینن، و برای همه اینها شاید توجیه‌های در واقع روان شناسی بسیار زیادی رو میتونیم بیانیم و همه اینا رو توجیه بکنیم، اما برای من اینها بسیار بسیار واقعی بودن و هستن، و کماکان باور دارم چیزهایی رو که دیدم همشون واقعی بودن، و این رازی بود بین من و مامان بزرگی، و ما دوتا بودیم که فقط خبر داشتیم از این داستان. خب این قسمت رو هم امیدوارم دوست داشته باشید، و حتما پست رو به اشتراک بذارید برای بقیه، و کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید که پست جدید براتون اومد بشنوید، و پیشاپیش از حمایت شما برای خرید بسته‌های آموزشی و شرکت در کلاس‌ها تشکر می‌کنم، و شما رو میسپارم به یزدان پاک تا انشالله جلسه بعد ادامه داستان مامان بزرگی و جن‌هایش رو برای شما بگیم. دوستتون دارم و شما رو به یزدان پاک می‌سپارم. دوستدار شما سام سرابی.